منطقه به شدت محافظت شده و دیپلمات نشین پایتخت و در نزدیک کاخ ریاست جمهوری هنوز داغ حمله ای را در خود دارد که در روز 10 جوزا پارسال رخ داد. دو روز بعد باشندگان کابل خشمشان را از این حمله در جاده ها فریاد زدند، اما در تیراندازی نیروهای دولتی پسر معاون مجلس سنا کشته شد. اکنون از یک سالگی جان باختن وی و چندین تن دیگر در تظاهرات 12 جوزا و نیز در حمله روز 13 جوزا در مراسم به خاک سپاری سالم ایزدیار و نیز رویداد 30 جوزا یادبود می شود. یک جریان عدالت خواهی مدنی که هیچ تهدیدی بر نظام و موجودیت نظام نبود، آتش گشودن قابل توجیه نیست. خانواده های جان باختگان میگویند که تا کنون در پیوند با این رویدادها کسی به کیفر نرسیده است. به مراجع حقوقی و بشری بین المللی مراجعه بکن. دو، اینا باید از کسایی که در این گزارش مشخص شده که یا متهم هستند از اینا خودشان انتقام بگیرند. در این میان احمد ضیا مسعود معاون جمعیت اسلامی رئیس جمهور غنی را متهم می سازد که دستور داده بود تا بر معترضان تیراندازی شود. رئیس حکومت وحدت ملی قاتل اینمی جوانای ماست و ای باید محاکمه شود. اگر اشرف غنی قاتل بسازیم یا قاتل باشه، شما میفهمید که ما نه به اشرف غنی رای دادیم، شما کم پیدادش بود. ما کاندید ما استاد صاحب بود و دوره دو به دکتر عبدالله رای دادیم. اگر تقلب هم بود شما کردیم، اگر نظام تقلبی آوردیم شما آوردیم، اگر قاتل هم بودیم نظام قاتل هم بود شما در قاتل شریک بودیم. ریاست جمهوری نیز در برابر سخنان احمد ضیا مسعود واکنش نشان می‌دهد. ما انتظار داریم که شخصیت‌های محترم سیاسی در صورتی که اسناد و مدارک داشته باشد، شهامت و جرأت اخلاقی به خرج بدهند و این اسناد خود به نهادهای عدلی و قضایی ارائه فرمایند. تیراندازی نیروهای امنیتی بر معترضان روز 12 جوزای پارسال با نکوهش‌های جهانی نیز روبرو شد. سپس حکومت طرح تعدیل قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را ساخت و در آن تغییراتی را به میان آورد، اما این طرح مخالف قانون اساسی دانسته شد.